تو نقطه‌ای که صلاح قرار گرفته یه فشاری از جانب هواداراست که تو این چند هفته نقداشون خیلی زیاد شد. میگم بعضیش اصلا غیر طبیعی بود چون تیم صدر جدول بود، حالا شاید از فرم بازی راضی نبودن. بعدش به نظر میرسه که خود بازیکن هم یه سریاشون داستان دارن با کادر فنی. اینو چون هم از مصاحبه ها برداشت بکنید، هم اگه با خودشون صحبت بکنید یا با هیئت مدیره یا هر کی، مشخصه که شاید اون همدلی کامله وجود نداره، حداقل الان وجود نداره و استقلال به این نقطه رسونده. خیلی از در واقع مشاوره هایی که داده میشد به آقای فکری این بود که آقا مثلا میشه حالا یه تغییراتی ایجاد کردیشون، اصرار داشتش که نه الان روند خیلی خوبه، ما از لحاظ نتیجه الان بالای جدول رده بندی هستیم. اون هفته هم که خدمتشون بودیم تو فوتبال برتر همین رو گفتن که شرایطمون خیلی خوبه، این نقدها کاملا غیر منصفانه است، مگه بقیه دارن کهکشانی بازی میکنن و ما با این روند بهتر هم میشیم چون این فصل دوم میتونیم کار بکنیم، تغییر تاکتیک بدیم. ولی گفتم بازی مقابل سپاهان فشارها رو دیگه خیلی زیاد کرد روی کادر فنی که من بازم تاکید میکنم بعضیاش خیلی غیر منصفانه هم بود با توجه به شرایط جدولی استقلال، ولی از فرم فوتبال راضی نبودن خیلی از هواداران این تیم. اینم میتونید تو پیامایی که برای ما میفرستن ببینید و البته جای مختلف پیام میذارن. اون شکل فوتبالی که میگن، یعنی بعضی از هوادارا در واقع نکتهشون غیر از نتیجه گرفتن نوع فوتبال هم هست که باید تو باشگاه مختلف کشورمون اونجوری که دلشون میخواد انجام بشه و رعایت بشه تا هوادارم راضی باشه. البته که اصلا قائل به نیستم که شما با فشار کانالای هواداری و این داستانهایی که معمولا ایجاد میکنن بخوای تصمیم بگیری، شما عضو هیئت مدیره عزیز بخوای این کار انجام بدی با توجه به فشار هواداری، ولی بالاخره این شرایطی که الان استقلالش درگیر هست و من امیدوارم که بهترین اتفاق براشون بیفته، هم نادیده گرفته نشه زحماتی که کادر فنی کشیده و البته هم حالا تصمیمی که هیئت مدیره میگیره و خواست مدیره باشگاه استقلال و گفتن که جلسه شون تازه تمام شده و تصمیمی که گرفتن رسما این هستش که یه جلسه بذارن با آقای فکری که احتمالاً فردا بعد از ظهر یا پس فردا خواهد بود، صحبت‌های آقای فکری هم بشنون، دغدغه حالا خودشون و هوادارا و مسائل مربوط به کادر فنی و بازی‌ها اینها رو با ایشون صحبت بکنن راجع بهش، بعدش تصمیم بگیرن که ادامه همکاری بدن با این کادر فنی یا همکاریشون رو قطع بکنن. این خبر نیمه شب هیئت مدیره باشگاه استقلاله که در پایان جلسه که با آقای فکری خواهند داشت که فردا بعد از ظهر هست یا پس فردا تو این یکی دو روز و تصمیم نهایی راجع به ادامه کار کادر فنی اعلام خواهد شد. این همین الان دیگه موثق با صحبت با خود دوستان من خدمتتون عرض بکنم و هوادار استقلال بعد منتظر بمونم ببینن تکلیف تیم چی میشه و شرطش چطور خواهد بود.